و ایدا سالکه و ایدا این در حقیقت که خطاب بر به رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی زمانی که از توی رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردن شروع که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم, علیه و سلم در واقع واسطه میان بندگان و الله متعال در ابلاغ وحی هست در اینکه وحی و به ما برسون از طرف الله متعال دین خداوند متعال شریعت رو و وحی رو به بندگان برسونه اینجا خطاب متوجه رسول الله و اذا سعلکه یعنی اگه از سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدن و ممکن البته خطاب با توجه به سیاق آیات ممکنه حالا خطاب در واقع متوجه رسول الله صلی الله علیه و باشه ممکن خطاب متوجه عموم عموم مردم یا امت باشه این با توجه به سیاق آیات متوجه، انسان متوجه میشه و مشخص میشه اذا که عبادی انی یعنی خود عبادی عباد مضاف هست و یا هم در عباد عبادی مضاف علی که منظور از عبادی اینجا بندگان مؤمن هستند بندگان مؤمن الله متعال چرا که در و اینکه الله متعال میفرمد که اذا سعلک عبادی عنی زمانی که از من در, در مورد من از تو پرسیدن اما عنی اینجا از چه چی چیزی در مورد الله آیا در مورد ذات الله آیا در مورد صفات الله متعال جواب هست که در حقیقت بعد از اون مشخص میکنه که این عنی از چه چی چیزی در مورد الله میپرسند اینها که البته هم حدیثی که حالا در مورد حالا شن نزول این آیه اومده اینو مشخص میکنه که اونها در مورد دوری و نزدیکی الله داشتن سوال میکردن و حتی اگر حالا گفته بشه که این حدیث یا روایت ضعیف هست خود آیه اینو مشخص میکنه که فعنی قریب یعنی در مورد دوری و نزدیکی دارن سوال میکنن اگر سوال بکنن فعنی قریب و در حقیقت امر از چیزهای دیگری که در این قسمت اول آیه وجود داره ایزان بیننده و ایدا عبادی عنی اینه که الله متعال لفظ عبادی رو اینجا میاره و ایدا عبادی نمی فرماند که ایدا سالک الناس یا و ایدا سالک المسلمون یا مؤمنون عبادی چرا که در واقع مقام عبودیت ایزان بیننده و مقام عبد بودن از بالاترین مقامات در واقع تسلیم در برابر الله متعال از با... یعنی از بالاترین اکرامات و تش اکراماتی که الله متعال در مورد بنده خودش داره و این وصف بهش میده وصف عبودیت را و اذا سعلك عبادی انی و حتی عبادی نسبت دادن این عبادی که الله مطال به خودش نسبت میده عبادی یعنی بندگان من میگه عباد عبادی و اونها را الله مطال به خودش نسبت دادن باز هم برای تکریم اونهاست باز هم برای بالا بردن شعن و مقام و منزلت است که اینهایی ای که عبودیت خداوند متعالو انجام میدن اینهایی ای که تسلیم ا... الله متعال میشن اینهایی ای که اهل ایمان هستن اینها بندگان ویژه الله متعالند اینها عباد الله متعالند مثل این که ما میشنویم حالا مثلا زمانی که یک کسی در جامعه حالا ولی الله المثل الاعلا یه پست و مقامی داره یه آدم سرشناسیه یک دارای قدرت هست مثلا میگه اینا آدمای من هستند آقای فلانی و فلانی و فلانی, و فلانی، یا اینهایی که اینجان اینا آدمای من هستند همین کلمه که بگه آدمای من هستند یعنی باعث میشه که بقیه مردم یک نگاه ویژه به اینها داشته باشن اینها آدمای فلانی هستند. یعنی چی یعنی که مقام و منزلت ویژه و خاصی در نزد اون دارن یعنی یک نگاه ویژه به اونها داره پس زمانی که الله مطال می فرماد و ایدا سعلک عبادی انی زمانی که از تو میپرسن یا رسول الله صلی علیه و بندگان من یعنی اونهایی که من نگاه ویژه به اونها دارم به طور ویژه در واقع مقام و منزلت در نزد الله متعال